سلام سلام، من خدا هستم. آره، خود خود خدا. ادهی سعی کردن خدا رو ثابت کنن. چطوری؟ میگن برای اینکه به طور تصادفی دمای خورشید دقیقاً این مقدار باشه، احتمال اون 1 میلیارد میلیارد میلیاردم هست، یعنی در حد صفر. بعد میگن اگه خورشید 1 ذره گرمتر بود یا سردتر بود، شرایط زندگی برای ما بر روی زمین وجود نداشت و از اینجور حرفا. و این رو دلیلی میدونن برای اینکه بگن یک دست غیبی، یک خدایی توانا نشسته اینها رو برای خودش محاسبه کرده و دقیقا همون گرمایی رو که خودش میخواسته برای خورشید تعیین کرده. پس خدایی هست. اونا ذهنشون بسته است، چون با ذهن بسته میتونن خدا رو باور کنند. اگه خورشید گرمتر بود، خب دمای سیارات منظومه شمسی بالاتر بود. اون وقت ممکن بود زمین جای زندگی نباشه. خب دمای یک سیاره دیگه که الان سرد و یخ زده هست، ممکن بود دمای مناسبی پیدا کنه و اونجا شرایط حیات به وجود بیاد. اون وقت باز خدا باورانی بودند که می گفتند اگه خورشید یه ذره سردتر بود، زندگی ما امکان نداشت. تازه انسان با این دمای زمین و شرایط زندگی سازگار بوده. اگه شرایط زمین غیر از این بود، خب انسان نمیتونست زندگی کنه. اون وقت یک جور موجود دیگه‌ای که با اون شرایط سازگار بود و روی زمین زندگی میکرد که گرمای بیشتری رو تحمل کنه. آه، این غلطی که تصور کنیم تنها و تنها همین شرایط برای حیات قابل قبوله، چون ما در این شرایط هستیم. مثلا 3.5 میلیارد سال پیش، قبل از اینکه باکتری وجود داشته باشه، موجوداتی شبیه باکتری بودند که تحمل دمای بالا رو داشتند. خب شرایط دمای زمین اون موقع داغ بوده. او بگذارید مثالی بزنم. در آزمایشگاه های پزشکی میکروب های بیماری زای انسان رو کشت میدن و تکثیر میکنند تا روی اون تحقیق کنند. بهترین شرایط برای تکثیر اون میکروب ها دمای 37 درجه است. دمای بدن انسان. انگار که اون میکروب ها مخصوص 37 درجه درست شدن. یعنی اگه دمای بدن انسان به جای 37 38 درجه بود، اون میکروب های بیماری زا دیگه زنده نمیموندن و انگار اون موقع انسان بیمار نمیشد. اما واقعیت اینه که اگه دمای بدن انسان 38 می بود، به جای این میکروب های 37 درجه‌ای، یک سری میکروب های 38 درجه‌ای وجود داشتند و اونها برای انسان بیماری تولید می کردند. این که دمای رشد میکروب ها دقیقاً با دمای بدن انسان یکی هستند و اینکه اگه 1 ذره شرایط بدن انسان متفاوت بود، اون میکروب ها شرایط حیات نداشتند، درسته. ولی میکروب های دیگه‌ای که الان شرایط حیات ندارند و مرده‌اند، اون وقت محیط مناسبی در بدن انسان می‌داشتند و اونها زنده می‌موندند. پس فرقی نمی‌کنه. انتخاب میکروب های 37 درجه‌ای برای انسان کار طبیعت بوده، چون بقیه میکروب ها شرایط زندگی نداشتند. در مورد شرایط زندگی انسان روی زمین هم همینطوره. در این شرایط موجود بر روی زمین که به طور شانسی و تصادفی چون این شرایطی چیده شده، موجودی به نام انسان با این خصوصیات امکان زندگی پیدا کرده. اگه شرایط چیز دیگه ای بود، خب خصوصیات انسان هم چیز دیگه ای بود، متناسب با اون شرایط. پس نگید که اگه زمین ذره‌ای متفاوت بود، انسان امکان زندگی نداشت. چرا داشت؟ انسانی با خصوصیاتی متفاوت از انسان‌های امروزی.